آقای که شادروف، سالگی نظر شما درباره افرادی مثل آقای بابک هروی یا افشین عبداللهی که میگن از وجود مردم حکومت استفاده میکنه با فیلمایی که میگیره به وسیله هلیکوپتر، اینها رو ادامه همون موافقین 22 بهمن نشون میده، نظرتون در این مورد چیه؟ چرا یک روز دیگر رو مثلا جبهه ملی 14 اسفند رو به اصطلاح تعیین کرده، چرا همه 14 اسفند رو نذارن که کاملا جدا باشه؟ و ببخشید اینجا الان مثلا توی آمریکا خیلی بد شده بود، هر وقت عید هست، 13 به در هست، چهارشنبه سوریه، این تلویزیون ها میگن که مردم بیاین بیرون، بعد میگن به خاطر ما آمدن بیرون و به همین خاطر مردم حتی نمیان. الان این ماجرایی که شما میگید اونا صبح میان بعد مردم عادی عصر بیان، بعد به نفع اینا نمیشه که حتی عصر هم فیلم برداری کنن بگن تا این موقع هم اینها بیرون هستن. ببینید جناب سوربی، این رژیم تقلب و حقبازی نمونده که نکرده باشه در این 40 سال. هیچ کس هم که اگر تو خیابون نیاد، اینا فیلم دارن که پخش کنن از نماز جمعهشون، از تمام اینها، اینا همه چیشون با تقلب و حقبازی بوده. پس برای این کارن راهی پیدا خواهند کرد. من البته من خودم رو در حدی نمیدونم که بگم مردم چیکار بکنم و چیکار نکنم. من نظر خودم رو میدم. من فکر میکنم اولا 14 هم به خاطر جبهه ملی کرد، به نظر من باید این کار رو کرد 14 اسفند، و امیدوارم بشه همون 14 اسفندی که در ایران ما بودیم سال 58 شد و بزرگداشت دکتر مصدق بود در دانشگاه و چماغدارا معرفی شدن و رهبران چماغدارا به مردم معرفی شدن. امیدوارم که مردم بیان بیرون. البته دولت اگر اجازه بده، که فکر نمی کنم اجازه بده، ولی فشار مردم به نظر من اجازه هم اگر ندادن مردم باید جمع بشن. و خب البته خود مردم تصمیم میگیرن. من فکر نمی کنم هنوز مردم به اونجا رسیده باشن که گوش به حرف کسی بدن از بیرون. خوشبختانه سال 57 هم همینطور بود. مردم دو ماه رو تقریبا می آمدن تظاهراتشون رو می کردن تا آقای خمینی پیدا شد و این دیو دو سر وحشتناک پیدا شد و انقلاب رو دستش گرفت و آمد. خب مردم شما... به نظر بله ببخشید، شما با فروتنی میگید که شما کسی نیستید که به مردم دستور بدید، ولی میبینیم که افرادی که مردم همیشه اینها رو دلغک صدا میکنن و یکیش همین آقای حسینی مثلا به مردم میگه بیاین بزنین شیشه آتش، به اصطلاح آتش، نظرتون درباره اینها چیه؟ بعد اگه دوست داشتید اون ماجرای پژمان و عارف و ایرج مصداقی، اینا رو من اینجا یادداشت کرده بودم که ازتون بپرسم، شما خودتون در این موارد صحبت کنید، چون همونجوری که خودتونم به درستی گفتید که حدود 6-7 ماه هست که ما منتظر شما بودیم، ولی حالا فرصت غنیمته و بفرمایید نظرتون درباره اینهایی که خودشون رو رهبر میدونن، یکی میگه چرا خاموش کنید، یکی میگه روشن کنید، یکی میگه بیان، یکی میگه نیان، اینها چه کار کنن مردم با این افراد؟ ببینید مردم به نظر من اونجا نشستن که گوش بدن ببینن کی از بیرون چی میگه و اونا اون کار رو انجام بدن. این به نظر من اشتباهه، چون ما که در ایران بودیم همون سال 56، نه این چیزا هیچ کدوم نبود، نه تلویزیون به اون صورت بود، نه کسی بود خبری بده، نه این وسایل ارتباطی امروز بود. تصمیم میگرفتیم جوان ها با هم توی یه ماشین لاستیک بریزیم بریم وسط یه خیابون ببینیم پلیسی کسی نیست، لاستیک رو میذاشتیم، بنزین میدفتیم روش، گازوئیل میدفتیم، آتیش میزدیم، یا ماشینا رو میآوردیم توی هم چپ و راست و راهبندون ایجاد میکردیم. خودمون این کارا رو کردیم تا آقای خمینی پیدا شد و اون وضعیت به وجود آمد. الان هم به نظرم مردم دارن کار خودشون میکنن. این آقای حالا کمدین یا دلغک آقای حسینی گرامی بزرگترین خدمت رو داره به رژیم میکنه و بزرگترین خیانت رو به مردم داره میکنه. من امیدوارم بشنون جوانها و دوستان و فرزندان و برادران عزیز من در ایران و در هر کجای جهان. بزرگترین خیانت رو آقای حسینی داره میکنه با این صحبتهایی که داره انجام میده و این آتش زدن. فرقی نمیکنه شما مسجد آتش بزنی، کلیسا آتش بزنی، یا خونه حتی یک پاسدار آتش بزنی. ما قرار نیست دوباره بریم آدم بکشیم و پاسدار بکشیم و آخوند بکشیم. این مسئله باید برای یک بار تموم بشه در اون مملکت. انتقام باید تموم بشه. ما باید یاد بگیریم که باید گذشت بکنیم، باید با دوستی و با مهربونی با مردم حتی با دشمنمون برخورد کنیم.
شما اگر بخواید این کارها رو بکنید، اگر به این ریستاری ها شما بگید برید آتش بزنید، خب این یک آتوی به دست پلیس میده و به دست اون پاسدار یا حزب اللهی میده که آمدن مسجد ما رو از بین. خب اینها اعتقادات متاسفانه کوری دارن این حزب اللهی هایی که حالا هنوز دور رژیم هستن و اینها این جوان های مردم رو فقط به کشتن میده. وقت چقدر مگر جوان حاضر میشه بره بیرون و از این کارها بکنه؟ امکان نداره که اون جامعه دنبال این چیزها بره، دنبال خرابی و آتش سوزی که نمیخوایم ما بره. اگر میخوایم انقلاب بکنیم میخوایم از این وضعیت بیایم بیرون. ما که نمیخوایم دوباره برگردیم توی همین ایران رو تبدیلش کنیم به سوریه یا عراق و افغانستان. یه مثال من برای یک دوست دانشجوی از ایران از من پرسید راجع به چرا شما مخالف هستید، برای اینکه من هفته پیش مقاله‌ای نوشتم توی همین سایت انقلاب اسلامی برای همین آقای حسینی، چون اعتراض کرده بوده ایشون که چرا ما یک سال و نیم هست داریم فعالیت میکنیم توی ایران، آقای بنی‌صدر هیچ حرفی نزدن. امروز که ما دستور دادیم اینها بریزن بسوزنن و آتش بزنن آمده ایشون و مخالفت میکنه. چرا شما مخالفت میکنه؟ خب این آقا به نظر من ای کاش به همون کار کمدین خودش برسه توی امریکا، شاید موفق بشه. آخه من نمیدونم در کجای دنیا شما دیدید در کدوم کشوری که با پنچر کردن لاستیک یا در معابد یا کلیساها یک رژیمی سقوط بکنه، یا با رنگ برید رو دیوار یک بطلبی بنویسید. خب این کارها معلومه که ایشون که خب نه آدم سیاسی بوده نه سوادی داره متاسفانه نه شناختی از انقلاب داره. اصلا ایشون مثلا اونجا میاد مطرح میکنه آقا شما که سینما رکس و آتیش زدید، و آقای بنی‌صدر میگه سینما رکس و آتیش زدید و همینطوری شما انقلابو گرفتید، چرا ما نباید بگیریم؟ خب یکی نیست به این آدم میفهمم شما کم آورده از لحاظ انقدر این به اصطلاح پس فطرت هست. بذارید یه چیزی بگم، حتی جواب این سوال احمقانه این اینه که فرض کنیم که بنی‌صدر را دوستانش سینما رکس آتیش زدن، خب به خاطر همون امروز به اینجا رسیده انقلاب. اینه که اگر تازه اونا این کار کردن و موفق شدن، شما باید یه راه جدیدی پیدا کنی. ضمن این که هرگز آقای بنی‌صدر آدم خشونت طلبی نیست و اصلا چیزایی که این میگه، شما حالا مثلا میگید که امیدوارم این برگرده بره برای همون کار کمدین. عزیز من اگه این موفق شده بود که به این بازی دست نمیزد. این یک آدم ناموفقی بود که اینجا حتی نمیتونه 100 نفر رو توی رستوران جمع کنه، به خاطر همین بلند شد رفت کالیفرنیا، تمام تلویزیون های کالیفرنیا رو هم دور زد، یکی پس از دیگری انداختنش بیرون، آخر به این نتیجه رسید که بشینه با یک لپتاپ این بازی مسخره رو دست بگیره. که دیدید یا شنیدید مثلا یکی از طرفدارانش اون آقای بهادر بود که اصلا نه منطق اینها دارن نه دلیل و برهان سرشون میشه، و خیلی خوشحالم که آقای بنی‌صدر به اصطلاح به همچین افرادی جواب میده که باید بر اساس کتاب و اون نوار. من سعی میکنم با عکس آقای بنی‌صدر و اطلاعاتی که شما به من میدید وبسایت معتبر رو اینها پخش کنم تا دوستان ببینن که اینجوری نیست. حتی اگر امشب آخوندها تصمیم بگیرن برن، باید یه نفر باشه برای فردا با برنامه مردم آمادگیشون رو اعلام کنن، با برنامه اینها رو به اصطلاح قدم به قدم پیش برن. ببخشید من وسط حرفتون صحبت کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله خب ایشون متأسفانه میگم که چون نه سیاسی هست نه اطلاعاتی داره و اون انقلابم خشونتشون همون سینمایی بود که خب روحانیت این کارو کرد، ولی خب بعدش خشونت نبود تا پیروزی انقلاب، و اگر بود به نظر من پیروز نمیشد، واقعا اون انقلاب پیروز نمیشد در کشت و کشتار بود. من یه دوست دانشجوی از ایران برای من پیام داد که آقا چرا اون مقاله رو نوشتید، چرا مخالف ریستار هستید آقای حسینی؟ گفتم شما فکر کنید که میخواهید الان برید تو خیابون و تظاهرات بکنید، هاتون از خونه گذاشتید بیرون، دیدید یک جنازه افتاده اونجا، اون طرف دارن تیراندازی میکنن، اون طرف دارن آتیش میزنن، آیا جرأت میکنید برید؟ چند تاتون جرأت میکنید برید؟ و
و مجبور میشید برگردید خونه و اگر پدر خانواده هستی به بچه هاتم بگید نری بیرون میکشنت، یا اگر دوستانی دارید تماس میگید آقا نریم تو خیابون، دارن میکشن شما رو. ممکنه تو یک 500 نفر 1000 نفر 2 نفر دل اینو داشته باشن، بله برن کشتن بشن یا زد و خورد بکنن. با این کار غیر از اینکه مردم شما خونه نشین میکنید چیز دیگه نیست. آخرین صحبتی هم که کرده متاسفانه گفت چند روز پیش گفته که بیاین همسایه‌ها لاستیکای همدیگه رو پاره کنید، یعنی از خونه‌تون بیاین بیرون لاستیکای ماشین همسایه رو پاره کنید. آخه یک همچین حرفی، یک همچین صحبتی، و من متاسفانه نمیدونم چطور میتونه ایشون در امریکا باشه و این دستورهای کشتار و قتل و آتش سوزی بده و اونجا باز به این کارش ادامه بده که فکر میکنم دنبال دارن میکنن، بلکه انشالله جلوی این دیوانه بازی های ایشون گرفته بشه. بله غیر قانونی هست اینجا این کار. منم شنیدم که بعضی ها هستن به اصطلاح دنبال این که جلوی اینو بگیرن، مخصوصا چون چند بار گفته که ما 1,000,000 دلار پول داریم. بعضی ها میخوان از طریق IRS یا به اصطلاح اداره نظارت بر دارایی بگن که این چون گفته 1,000,000، ببینید این 1,000,000 رو توی تکس فرمهاش مینویسه که از کجا آورده یا نه. این همون موضوعیه که آقای ترامپ و خانوادهش هم به اصطلاح گیر کردن در اون قسمت. خب دو نفر دیگه باقی موندن، یکی این آقای ایرج مصداقی که این بنده خدا اصلا یه جورایی حالش خوب نیست، به نظر من مریض حال میاد، و یکی هم آقای پژمان عارف. مایل هستید درباره این دو نفرم صحبت کنید و به اصطلاح به دوستانی که اینها رو نمیشناسن و گول حرفا و نوشته هاشون رو میخورن اینها رو بشناسونید؟ بله، اولا پیمان عارف هستیشون، پژمان نیست. آها بله بله پیمان در مورد ایشون، ایشون بله این یه کاغذی نوشتم، من دیدم چند وقت پیش. من بعد از اون که در مورد ایشون مسائلی گفتم و از ایشون سوال کردم، سوالی که مال خیلی از هموطنان ما بوده و کسانی که کار سیاسی دارن میکنن، که آقا شما به چه دلیل در ترکیه تو اون هیئت ایرانی بودی، عکسش هم نشون دادم که سر میز هیئت ترک ایرانی نشسته بوده، چی کاره بودی که شما اونجا بشینی؟ چرا به لبنان رفتی شما؟ لبنانی که شما امکان نداره به یک ایرانی که مخالف جمهوری اسلامیه یا یک روز مبارزه کرده و حالا اسم و رسمی هم مثل مثلا این آقا داشته باشه و به قول خودش کارشناس بی بی سی یا این تلویزیون بی بی سی که حامی رژیم هست مرتبشون رو به عنوان کارشناس میبرد، این شخص بلند شه بره در لبنان جایی که خود آقای حسن نصرالله میاد میگه ما خورد و خوراک ما هم جمهوری اسلامی میده. خب ایشون رفته اونجا، اونجا در منزلی بوده، میدونن من کجا بودن، و بعد ایشونو بردنشون به قبرس، نیکوزیا، و اونجا این اینها 6-7 نفر هستن، ایش آقای پیمان عارف. من اسم بقیه رو فعلا نمیگم تا اگر لازم شد بعد میگم. یکیشون همین خانومی که رفت اسرائیل، ایشون دوست صمیمی آقای پیمان عارفه و با هم کار میکردن در ترکیه. دو نفر اینها، دو نفر دیگه، دو تا آقای دیگه هستن که آمدن به سوئیس، اینا هم دوستان صمیمی ایشون هستن. یک نفرشون در آلمانه و یک نفرم در سوئد هست، که اون که در سوئد هست به کمک مجاهدین آمده و در ایران هم با مجاهدین همکاری داشته. الان هم ایشون دنبال این بودن و اینایی که در آلمان هستن که ایشون رو پاسپورت آلمانی براشون دو تا فرستادن برای خودش و خانومشون که از یونان، قبرس، نیکوزیا، درست محلی که الان هستن، پرواز کنن و بیان که اونجا گرفتنشون و زندانشون کردن. بعد پول تهیه شد، نمیدونم از کجا، حدود 9,000 یورو، و اینا از زندان آمدن بیرون و الان هنوز اونجا هستن و منتظر محاکمه. ایشون همین ماه گذشته دی ماه برنامه در نیکوزیا بوده جلوی سفارت و سه نفر از ایشون خواستن که در اون شرکت بکنه، نرفته جلوی سفارت به خاطر پشتیبانی از مردم و همینجور متأسفانه ادعا داره که ایشون مبارز هست و ضد رژیم هست. البته یه مقداری از همون اصلاح طلبای امثال همین خاتمی و امثال اینا هستش، اگر هم اصلاح طلب باشه، که به نظر من با اطلاعات سپاه ساس با اونها کار میکنه، به دلیل همونی که من گفتم دوتا نواریشون برای من فرستاد. بعد که ازش پرسیدم این نوار از کجا آوردید شما و دنبال کردم، گفتم گفت از توی شبکه ها پیدا کردم، که بعد من نیم ساعت یا سه رو به بعد
روی خبرگزاری فارس دیدم که همون مربوط به اطلاعات سپاه هست که مشخص شد ایشون فرستاده برای سپاه و در هیچ کجای دیگه هم این نوار پیدا نمیشه. خب الان ایشون خیلی وقت ساکته دیگه، نه آقای بی بی سی ایشون رو میبره اونجا به عنوان کارشناس، نه کسی دیگه ای. دیگه آقای زم یه کارهایی داره میکنه و ساکته، گفت بذار حالا میگه اطلاعیه بدم باز یه توجهی جلب کنم، بگم منم هنوز زنده هستم، من هنوز در یونان، حالا به هر کی هم میگه، میگه من در اروپا هستم در نیکوزیاس و این خواسته این کارو بکنه. منم اتفاقا پشتیبانی کردم و یه نوشتم که من آماده هستم حتما بیاین شما و شکایت بکنید. حتی با دو تا وکیل در فرانسه تماس گرفته، اینم اطلاع دارم که از اینها خواسته وکیل ایشون بشن، که اینا گفتن اصلا با ما تماس نگیرید، شما خواهش میکنم، هیچ کاری ما با شما نداریم و شناخته شدیم برای ما. شما این مال این آقای پیمان عارف که حالا امیدوارم کارشون درست بشه و برن یه جا بشن از زندگیشون رو بکنن، بشن حقیقت بگن، بیان به راه مردم و در راه آزادی کشور کار کنن. امیدوارم. خب آقای ایرج مصداقی میمونه توی این لیستی که من اینجا نوشتم و ایرج مصداقی اونایی که نمیشناسنش، ایشون یکی از سخنگویان به اصطلاح زبل و زبده سازمان مجاهدین بود که بعداً معلوم شد، میگفت که من در زندان ایرانم بودم و زندان ایران به اصطلاح جزء توابین یا هر چیزی که اسمش برن ایشون آزاد شد. یه مقداری درباره این برای ما بگید که الان که میگم ادعا میکنه از سازمان مجاهدین جدا شده به چه کاری مشغول هست؟ بله، عرضم به خدمت ایشون هم متاسفانه چند وقت پیش با صحبت کرده، دو بار سه بار راجع به من صحبت کرده، من اصلا نه کاری باشون دارم نه اسمی تا الان از ایشون جایی آوردم. ایشون اونایی که برنامه‌شو دارن میبینن، منم دیدم ویدیوشو، 20,000 نفر میبینن. ببینید من فکر میکنم چند نفر هستن و چند گروه که اینها رژیم پشت سر اینهاست یا کسانی از رژیم که اینها آمدن برای اینکه یک همبستگی بین اپوزیسیون پیش نیاد. یکیش همین آقای عارف و گروهش هستن، یکیش همین ایشون آقای مصداقی هست، یکیش همین آقای امید حالا دانات یا نمیدونه نمیدونم در سوئد هستش، اینها برای یا یکی همین آقای فرامرز دادرس که شما میشناسیدش و من راجبش تو همین تلویزیون صحبت کردم و دیگه فکر میکنم نمیاد اینجا، برای اینکه وقتی معرفیش کردم که هست که اتفاقا یک دوستی از ایران از اینایی که با ما خبر میدن گفتن آقا ایشون بسیار مطلب بر ضد شما آقای دادرس به وزارت اطلاعات ایران تحویل میده، که من در یه ویدئویی هم اعلام کردم که ایشون چطوری با رژیم کار میکنن. اینها برای این در بیرون هستن. حالا آقای مصداقی، خب شما برنامه های ایشون رو ببینید، اونطوری که خود آقای بهبهانی گفتن تلویزیون آشپزخونه ای و میکروفون رو میذارن 2 ساعت 3 ساعت در اختیار ایشون رو میرن به کاراشون میرسن، ایشون هم اونجا گاهی چرت میزنه و گاهی یک نگاه میکنه همینطور و نمیدونه چی بگه و چقدر این حرفای تکراری و دروغ رو بیاد بگه و چقدر توهین بکنه به هر کسی. یعنی یک بار نشدشون اسم یک نفر بیاره و توهین نکنه. خب این همون سیستم مجاهدین است. یعنی توی سازمان مجاهدین که شما باشی از صبح که چشم تو میخوای باز کنی، خیلی عذر میخوام من از بینندگان عزیز، با فحش خواهر و مادر اینا رو از خواب بیدار میکنن و با شبم با همین لحن میخوام. یعنی اینها رو در صحباهایی که هر چیزایی که خود اینها تعریف کردن، یک نفر اگه خطایی بکنه صبح میارن سر صحباه، هر چی فحش لایق خود مسعود و مریم هست به اینها میدادن و خب این رواج داشته بینه. یعنی کسی که کوچکترین حرکتی میکرده باید با فحش خواهر و مادر و همه اینا همراه. خب ایشون اینو یاد گرفته و این تو مغزش هست. ولی آقا تو چه دیگه، تو میخوای صحبت بکنی، نویسنده هستی، مبارزی، بشین حرفاتو بزن، از کسی هم میخوایی انتقاد کنی اسمشو بیار بگو این ایراد داشته اون ایراد داشته، اگر مگه کسی اسم شما رو آخر میاره جایی؟ کی؟ من این همه صحبت کردم یک بار اسم ایشون آوردم؟ یا مثلا آقای زن یا ایکس ایگرگ چیکار به بقیه داری شما که هر روز بشینی چون مطلبی نداری یا میخوایی حالا
چون مثلا آمد نیوز خبرهایی میده و یک سری بیننده داره، یک سری مشترک داره، بالای 1 میلیون، میخوای بیننده پیدا بکنی، بعد میگردی به آقای زم توهین میکنی یا به من توهین میکنی یا به آقای بنی‌سر توهین میکنی. این کارا قشنگ نیست. ایشون تواب هست. تواب معنیشو اگر کسی نمیدونه من بگم، یعنی کسی که توبه میکنه، توبه کرده، یعنی یک کاری بوده قبلا، یک کار زشتی کرده، بعد میاد یک جا توبه میکنه. این همین که شما میری دادگاه یه خلاف میکردی، حالا غیر از اون که دادگاه رئیس دادگاه ازت میپرسه، آخرش هم مثلا میگی آقا من شرمنده هستم، من این کار زشت انجام دادم و ببخشید من. خب ایشون در سال 60 در اون کشت و کشتارهایی که من خودم هم بودم و 2 سال تا 62 من ایران بودم و میدیدم چه خبر از تو خیابونا، چه کشتاری میشه، ایشون رو بعد از اون شلوغی ها میگیرم، چون تو کشتارهای اولی اگه گرفت دارن همون موقع ادام میکردن، یعنی خود منم اگر همون روزای اول گرفت دارن ادام، یا تو خیابون ادام میکردن، یا ایدی این آقای هادی غفاری که الان اصلاح طلب شده که همون آدم کش سال 60 و کشتارها هستن، همه ی البته اصلاح طلب ها که آقای غفاری، ایشون تو خیابون با مسلسل میکشت آدم ها. تو میدون فردوسی خود من بچه خواهر من بغل پای من تیر خورد و ما حالا فرار کردیم. خب اینا رو اونجا بوده. خب این آقا اونجا بوده. حالا بعد دستگیرش کردن. به گفته خود سازمان 30,000 نفر رو رژیم اعدام کرده از سازمان مجاهدی. چطور شده که این آقا سالم مونده؟ اونم تو زندان. و آدم حالا به گفته رژیم یا آقای منتظری که اعدام کرد 3,000 تا 5,000 نفر رو اعدام کرد. کیا رو اعدام کردن؟ کسانی که سر موزه خودشون بودن. یعنی چی؟ بهش گفتن آقا شما سر موزت که مجاهد بودی یا حالا فدایی بودی یا سلطنت طلب بودی هستی؟ گفته بله من هستم. بردن اعدامش کردن. خب ایشون چی گفته که اعدامش نکردن؟ گفته آقا نه من غلط کردم، اون کارم بد بوده، زشت بوده و این کارو نمی‌کنم. خب حالا این کارو نمی‌کنی، شما تشریف داشته باشین اینجا. حالا اونا رو که کشتن، حالا آقا بیا. درست کاری رو کرده ایشون که رهبرش آقای مسعود رجوی قبل از انقلاب کردن. آقای مسعود رجوی رو وقتی گرفتن تواب شد ایشون و توابیش این بود که خونه مرحوم حنیف نژاد نشون داد و خونه های تیمی رو و یه سری از دوستانش رو اونا رو کشتن، ایشون مون و بعد از انقلاب ایشون شد رهبر. درست ایشون همون کاری کرده، یعنی هم لو داده، هم خونه های تیمی نشون داده، هم هر کاری که میتونسته، همکاری با کی اومد؟ با جنایتکارترین قشر روحانیتی که در زندان ها صبح تا شب آدم میکشتن، ایشون با اونها بوده مدتی و بعد آزاد میشه. تاریخ آزادیش هم هیچ کس نمیدونه که چیه، خودش هم نگفته، حتی کتاب هم نمیشته را نگفته. خب این بعد دوباره آمده و رفته دوباره جزء سازمان. چطور ممکنه سازمان کسی رو که 7 سال در زندان این رژیم بوده، تواب شده، با اینا همکاری کرده، دوباره قبولش کرده؟ خب یک ارتباطی بین رژیم، همونطور که من در اون نوارهای قبل گفتم، بین وزارت اطلاعات و فرماندهی مجاهدین ارتباط برقرار هست، با هم همکاری میکنن. یه مدت اونجا همکاری کرده. حالا من نمیدونم، چون این رفتار و این گفتار ایشون رفتار و گفتار مجاهدین هست، نمیتونه این آدم جدا شده باشه. ممکنه فیزیکی آمده باشه بیرون، ولی من فکر نمیکنم ایشون جدا باشه با این مغز و این تفکری که الان داره. و این شخصیت ایشون هست، چون چیزی نداره الان دیگه، همه صحبتشو کرده، هفته 3 ساعت و نشسته صحبت کرده، الان هر چند وقت یه بار باید حالا باید به یکی اسم یک نفر بیاره و یک نفر یا حالا بگه آمد نیوز یا بگه آقای فرهودی یا نمیدونم چاله، هر بار شما دیدین اسم 4-5 نفر رو میاره با توهین یا مثلا اسم بنده رو و این برنامه رو ادامه میده. اون آقای بهبهانی هم متاسفانه هر بار که ایشون هم چیزایی میگه میاد یک پارازیت که ایشون به نفع ایشون میده و دوباره میره دنبال کاره و این کار قشنگی نیست. و این شخص خب خودتون دیدین اینم وضعیتش هست. حالا کسی که گفتم توابی بوده که با جنایتکارترین افراد رژیم جمهوری اسلامی 7 سال کار کرده و با سازمانی که 40 سال خیانت کرده، اینها در با صدام حسین در کشتن حتی اسرای ایرانی دست داشتن مجاهدین.
کشتن سربازهای ما در خط مقدم جبهه، در بمبگذاری ها در تهران، در کشتن حتی حزب اللهی هایی که فقط ریش داشتم، اینا همکار بودن. حالا الان آمده، من نمیدونم دیگه چیزی راجع بهشون نمیتونم، امیدوارم که ایشون دست از این کارها برداره و به جای توهین کردن بشینه فکر بکنه و بشینه مؤدبانه، اگر فکر میکنه آدم سیاسی هست و میخواد تجزیه تحلیل کنه راجع به اینها و راجع به وضعیت الان ایران، و یا باید بگه چیکار باید بکنیم که از دست این رژیم راحت بشیم. اینه که شما 3 ساعت 4 ساعت بشینی فحش بدی و توهین کنی به همه، این که مبارزه نیستش. بسیار ممنونم. اگر تحمل انتقاد دارید، دوستان شروع کردن از شما انتقاد کردن. اولیش خانم لیلا میلانی نوشتن که خدای من 40 سال است که اینها فقط دارن غور میزنن و انتقاد میکنن، آخوندها هم دارن دلار به جیب میزنن، آخر با گفتن این حرفا کجا رو گرفتید؟ و برای همینه که آخوندها احساس تهدید نمیکنن. آقای اردوان فلا هم نوشتن روی فیسبوک، آقای گرامی، نه فقط آقای حسینی بلکه هر کسی که برای مردم نسخه میپیچه که در روز نحس 22 بهمن مردم مخالف رژیم دعوت به بیرون آمدن از خانه ها میکند، یا دانسته مزدور رژیم جنایتکار تازی است و یا احمق و ناآگاهانه در خدمت آن. آخر در روز 22 بهمن که رژیم ماها قبل برای برگزاری هرچه باشه کوتر جلوه دادن و بیرون آوردن همه اراذل و اوباشش، بسیجی و پاسدار و خانواده شهیدان و ورزشکاران و دانش آموزان و حتی کارمندان دولت را به تظاهرات به خیابان میکشد، همان روز از مردم بخواهد به خیابانها بیایید. آیا این بودار نیست؟ شما تمام مردم ایران را نادان میپندارید. به نظر من این یه چیزی که شما یه مقدار در موردش فکر کنید و اگر خواستید، چون امروز 16 بهمن هست، میتونید تا قبل از 22 بهمن هم یا پیام برای ما بذارید باز، یا مهمون ما باشید و در این نتیجه صحبت کنید که آیا تصمیمتون عوض میشه، باور دارید که مردم اگر عصر بیان نتیجه بخشه، یا به اصطلاح با این دوستان موافق هستید. بفرمایید. بله، من اولا یک موضوعی رو بگم که من هر چیز از کجا صحبت میکنم یا چیزی مینویسم مسئول حرفای خودم هستم، چه در گذشته چه حال و چه آینده، نه به کسی، شخصیتی یا گروهی ارتباطی داره و وابستگی داره. من حرفامو مسئول خودم هستم و خودم میزنم. من اگر گفتم 22 بهمن، من نگفتم صبح 22 بهمن که با اینها همگروه بشید. من گفتم اینها صبح تا طرف‌های بعد از ظهر میان و بعد از ظهر از هم میپاشن، از بعد از ظهر از ساعت 5 و 6 یا 7 و 8 طرف شب، همین چیزی که الان این در ماه دیما همه شبها برگزار شده، اون کار رو بکنی که اینها نیروهاشون خسته هستن. حالا اصلا اشکالی نداره، اولا میگفتم مردم هن که خودشون تصمیم میگن، هر جوری که اونها بخوان الان انجام میدن. الان گوش به حرف کسانی که بیرون هستن نمیدن. چقدر مگه از اون 80 میلیون میان بشینن الان حرفای بنده یا بقیه رو گوش بکنن؟ 10% 20% ممکنه. اونها کار خودشون رو پیش میبرن و هر جوری صلاح بدونن انجام میدن. ولی نظر من این هست که 22 بهمن چون تمام خبرگزاری ها این خبرها رو میفرسته و دنبال میکنه، اگر عصر 25 یا حتی من میگم روز 22 بهمن اینها در میرن در میدان آزادی، مردم برن در میدون جاله، برن در میدون خراسان، درست عکس اون برنامه و شعارهاش هم مشخصه. خوشبختانه الان این تلفن و این وسایل هست، سریعا میتونن خبر رسانی کنن و همه چی مشخصه دیگه. رژیم دروغهای اینطوری نمیتونه بسازه و بگه اینا همه طرفدار ما هستن. من نظرم این هست، ولی گفتم از یا یک محل دیگه، چون روزی هست که شما فکر بکنید نیروهایی که میفرستن همه رو طرف میدان آزادی و تو اون خیابونا خواهند فرستاد. مردم اگر در دروازه غار الان یادم نیست اون جاهایی که یا میدان جاله شهدا اونجاها برن، خب اینا مجبورن نیروهاشون رو بکشن اون طرف، در اون طرف بکشن، اونم تازه شب باز. الان خودشون دارن شب این کارو میکنن. من نظرم این است، خب من نه وابستگی به رژیم دارم، 40 سال من دارم مبارزه میکنم. البته این پیام دومی معلوم بود که از این دوستان سلطنت طلب هستن که توهین میکنن. اون خانم محترم هم که اول گفتن
این حرفا درسته، حق با شماست خانم. من هم دوست ندارم که آدم اینجا بیاد بشینه و از کسی صحبت کنه، ولی همین کسا بودن که 40 ساله نذاشتن هیچ اتفاق بیفته و مردم رو درگیر کردن. باید مردم اینها رو بشناسن و وقتی مردم اینها رو شناختن و وقت میتونن با هم یکی بشن. قرار نیست که ما بشینیم تک به تک و پشت سر همدیگه صحبت بکنیم. به نظر من باید ماها بتونیم با هم هماهنگی داشته باشیم، با هم لااقل به نظر من در مورد استقلال و آزادی اگر هممون قبول داریم میتونیم با هم بشینیم و کار بکنیم و انشاءالله بتونیم در 1-2 سال آینده از شر این رژیم راحت بشیم. بسیار ممنونم آقای شادان رو. اگه لطف کنید بعد از برنامه وقتی که کمی خستگی در کردید با دوستان روی فیسبوک این گفت و شنود رو ادامه بدید. من ممنونم چون یکی دیگه از دوستانم آمده، ایشون ادعا میکنه که 22 سال در رده های کار کرده در جمهوری اسلامی و ایشون باور دارن که صحبت هایی که شما میکنید یه دلیلش دوری از ایران و ناآگاهی از سیستمی هست که جمهوری اسلامی و آخوندها اونجا رو اداره میکنن. اینا رو اگه خود شما بخونید و خودتون پاسخ بدید خیلی بهتره تا من هیست شیست کنم. ضمناً خانم لیلا میلانی باز نوشتن که این مردم یک رهبر دانا و آگاه میخواهند. درباره اون صحبت که شما کردید و گفتید آقای بنی صدر گفته که من نمیخوام به اصطلاح کاری باشم یا برنامه و اینها، اتفاقا من آرزو میکنم همیشه که ای کاش یه نفر میامد و میگفت من میخوام کاری باشم و برنامه‌م هم این هست. مشکل ما اینه که بیشتر دوستان همه میگن که ما نمیخوایم. البته خب عذر آقای بنی صدر واقعا موجه، ایشون هم سنی ازش گذشته و هم بعد از این ماجراهایی که بر سرشون آمده واقعا دلیل دارن که نخوان دیگه در کار سیاسی باشن، چون سیاست دروغ و دغل هست و ایشون من دروغ و دغلی درش ندیدم. درستان ممنونم از شما، اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه خداحافظی میکنیم به این امید که این بار دیگه 6 ماه 7 ماه شما ما رو ول نکنی به یاد خدا و با ما بیشتر باشید. خواهش میکنم. مرسی. من خیلی کوتاه بگم که یک قانون اساسی نوشته شده توسط آقای بنی صدر و دوستان آقای بنی صدر، کسانی که در کار حقوقی هستن، و این قانون اساسی تا چند وقت دیگه پخش میشه، گفته میشه. و چرا آقای بنی صدر برنامه دارن؟ نه، خودشون چشمی به قدرت در ایران ندارن، ولی برنامه دارن نسبت به تجربه 70 سال مبارزه‌ای که داشتن در حالا جبهه ملی و یا همکاری با ملیون و همین 40 سال بعد از این رژیم و تجربه‌ای که از این روحانیت به دست آوردن و حتما ایشون خواهند گفت و در روزهای آینده اتهام ماه آینده عذر میخوام همین 27 همین ماه در کلن آلمان یک جلسه بزرگی است که ایشون شرکت میکنن در اونجا و به پرسش‌های مردم هم پاسخ میدن. اگر دوستان مایل بودن میتونن بیان، آزاد ورود برای اینها در شهر کلن آلمان 27 شنبه در همین ماه و انشاءالله بشه یک هماهنگی پیش بیاد بین کسانی که واقعا گفتم دلشون به حال اون مردم و مملکت. آقای شادانلو 27 شنبه نمیشه، 24 شنبه هست. شنبه پس شنبه بعدش، شنبه بعد میشه احتیاناً اول، نه ببخشید میشه دوم سوم ماه ما. حالا اینو دقیقش معلوم کنید بعدا برای من پوستر یا فلایرش بفرستین. از طرف من با آقای بنی صدر سلام برسونید و از اینکه ما رو پذیرفتن و به اصطلاح میزبان ما بودن تشکر میکنم، ولی خوشحال میشم که مصاحبه‌ای هم با ایشون داشته باشم، مخصوصا این ایام و در رابطه با این نشستی که دارن و اون دعوتی که از مردم کردن، چون شما میگید پابلیک هست و عمومی هست. بله. برای من بفرستید، من روی تلویزیون مردم و فیسبوک مردم تیوی پخش میکنم. بازم ممنونم که با ما بودید، خوشحال شدم که دیدمتون. مواظب خودتون باشید با امید روزهای بهتر و به امید اینکه باز هم با شما دیدار داشته باشیم. ممنون از شما و از بینندگان شما و شب بخیر دیگر.